بعد از مروری که روی وریبل داشتیم بریم ببینیم که فانکشن ها توی کاتلین چجوری تعریف میشن. فانکشن ها با کلمه فان، اسم فانکشن و آرگومان هایی که به متد میخوایم بدیم تعریف میشن. آرگومان ها به همون صورتی که ما وریبل ها تعریف میکنیم، اسمش، دو نقطه و تایپش. ریترن تایپ بعد از آرگومان ها با یک دو نقطه و نوع ریترن تایپ مشخص میشن. یعنی الان ما یک سمپل فانکشن داریم که یک نیم میگیره، یک لاست نیم میگیره و در نهایت استرینگ رو برای ما ریترن میکنه که حالا ما ریترنمون خیلی ساده ایه. این نحوه تعریف کردن فانکشن توی کاتلین. فانکشن ها توی کاتلین جذاب ترین تغییرات رو داشته بود به نظر من. من اینجا یک متد دیگه هم نوشتم. توی کاتلین اگه نیازی نباشه که شما ریترن بکنین ولیو رو یا همون void جاوا یونیت یوینت یو ببخشید یونیت یونیت توی کاتلین همون void توی جاوا، یعنی اگه شما متدتون ریترن تایپ نداره تایپش میشه یونیت، که اگه یونیت باشه شما میتونید اونو ذکر نکنید و متدتون رو همونجوری ساده بنویسید. گفتم جذاب ترین قسمت فانکشن ها هستن. چه چیزای جذابی واسه ما داره؟ شما مطمئنا یه سری متد ها توی کلاساتون دارین که 8 تا بولین میگیره، که این بولین ها استرچینگ، نمیدونم ایز فرام این ور، ایز فرام اون ور، بعد همش وقتی میخوای متد کال بکنید ترو ترو فالس فالس، و وقتی ما این متد رو ببینیم میگیم واو اون چیه، مثلا هیچ نمیفهمم، و مجبور کنترل پی یا کامند پی بگیرید تا ببینید که حالا این پراپرتی که من ترو دادم چیه، این که فالس دادم چیه. یکی از حسنایی که بازم کاتلین برام داره نیمد آرگومنت، یعنی چی؟ یعنی شما میتونید مشخص بکنید این ولیوی که دارین قرار میدین اینجا جای چه قسمتی توی این متد ما بشینه. الان من این سمپل فانکشنی که دارم یک نیم میگیره، یک لاست نیم میگیره. من اینجا مشخص کردم که نیمم شایان، لاست نیمم پوروطنه، یا توی پایینی لاست نیم پوروطن، نیم شایان. اولویت اصلا اهمیت نداره توی اینجا و این باعث میشه کدامون تمیزتر بشه. یعنی شما وقتی که دارین همون متد کالتون رو نگاه میکنید با یک نگاه بفهمید پس من اینجاها دارم اینو ترو میدم اینو فالس میدم و خیلی راحت‌تر دیوای بکنید کدتون رو. چیز خیلی خوب دیگه ای که داره، شاید شما هم خسته شده باشین انقدر متد هاتون که اوورلود داره رو پشت سر هم دیگه نوشتین، این یه اینت اضافه میگیره، این یک استرینگ اضافه میگیره و اینها رو پشت هم دیگه تعریف کردین شده 50 خط توی کدتون. توی جاب توی کاتلین شما میتونید دیفالت ولیو بدین به متد آرگومان های متدتون. یعنی اینکه من الان این متدی که تعریف کردم گفتم اگه تو این رو ولیوش رو ست نکنی این دیفالتش فالسه. یعنی شما وقتی که میخواین کال بکنید این متد رو میتونید اصلا این و این رو ست نکنید چون دیفالت ولیو دارن. الان مثلا اینجا، حالا من اینجا هم با نیمینگ گذاشتم، اگه من اینجا بنویسم سمپل فانکشن 3 میتونم این نیم هم باشه، مثلا این لاست نیم هم باشه که میخوام اینجا ست بکنم و این بولین هم باشه و اینجا تموم شد دیگه، من این رو ست نمی کنم واسش. این همون اوورلود جاواه که شما با یک متد میتونید چندین متد رو در اصل توی جاوا پوشش بدین و خیلی راحت دیفالت ولیو ست بکنی. یعنی تقریبا دیگه اوورلود توی کاتلین برای ما یه چیز بی‌معنیه. من اینکه بخوام حالا استری کارهای مثلا دیگه انجام بدم توش. استثناهایی وجود داره برای حالا این نیم آرگومان که من اینجا حالا توی این مثال آوردم. شما اگه نیم آرگومانی که قرار میدین اینجا وسط متد هات، وسط پراپرتی متد هاتون باشه و اگه میخواین که این رو اسکیپ بکنید حتما باید اسم رو قرار بدین. یعنی من اینجا نمیتونم یک نیم بدم، یک بولین بدم و بگم اینو خودت بذار. اگه من بخوام این رو بپرونم چون که وسط آرگومان هام هستش حتما باید بگم که is from search هم بده true و این هم که نیمه، پس این رو خودش دیفالت میذاره، این رو هم خودش دیفالت میذاره. کلن وقتی که شما نیم آرگومان رو استفاده میکنین از اونجا بعد باید حتما نیم آرگومان استفاده بکنین. یعنی نمیتونید بگی که خب من مثلا دارم میگم توی اینجا بنویسم سمپل فانکشن که نیمم مثلا ایکسه و حالا اون یکیش که حالا هر چی که هست مثلا چه میدونم تسته. اینجا اون ارور میده، میگه این چیه که تو قرار دادی اینجا. ما حتی اگه اولویت رو هم رعایت کرده باشیم مثل اینجا، ببین من اولی این متد من نیم میگیره، منم نیم دادم اینجا پس درنش این لاست نیم دیگه، ولی باز هم کامپایل ارور میگیره. ما میگه تو باید مشخص بکنی که این چیزی که تو اینجا قرار دادی چیه برای من، مثل اینجایی که ما قرار دادیم. در نتیجه معمولا ترجیح داده میشه شما این دیفالت ولیوتون بیاد ته متدتون همش، که دیگه شما نخواهید هی با نیم آرگومان استفاده بکنید با اینکه حتی باعث خانه شدن کدمون میشه. توی
کدامون ما همیشه یه سری کلاس داریم، کلاس‌های یوتیل، مثلا بیت مپ یوتیل، فایل یوتیل و از این یوتیل هایی که یه سری استاتیک متد هستن که ما اونها رو کال میکنیم. کاتلین متد استاتیک نداره و ما میتونیم خیلی راحت خدافظی بکنیم با استاتیک، ولی خب جاش چی داره؟ خب ما خیلی، یعنی تقریبا تو همه پروژه استاتیک متد ها استفاده میشه. توی کاتلین شما نیازی نیست که حتما متد هاتون توی بادی کلاس تعریف بشه، یعنی شما میتونید اصلا یک فایلی بسازین و توش یه سری متد تعریف بکنه، یعنی شما متد هاتون بیرون از بادی کلاس تعریف بشه، اونها خود به خود میشن استاتیک. الان ما یه سری بهش میگن تاپ لول فانکشن. من یک فانکشنی الان اینجا دارم که خارج از بادی کلاسمه، کلاسم اینجا تموم میشه، من این خارج از بادی کلاسمه. شما با ایمپورت کردن پکیج و اسم این فانکشن میتونید از این فانکشن استفاده بکنید مثل استاتیک، یعنی اون در اصل توی بک‌گراند اگه مثلا حالا بریم ببینیم یک استاتیک کلاسی درست میکنه و اینا رو استاتیک میکنه، ولی خب این واسه خیلی بهتره که ما یه تاپ لول فانکشن بنویسیم و کارمون راحت‌تر می‌کنه یه ذره. این هم حالا بازم خیلی حسن خوبیه که ما یه سری کلاس‌های اضافه‌ای رو میتونیم حذف بکنیم و قسمت کلاس‌های یوتیلمون رو با تاپ لول فانکشن حل بکنیم. و نحوه کال کردنش هم اینه که ما پکیج رو می‌ذاریم و متد رو قرار میدیم. حالا چون که من اینجا پکیجم با پکیجی که این تاپ لول هم هستش، میتونم همینجوری عادی هم کالش بکنم. ما گفتیم که کاتلین یه زبان جدیده و داره خیلی شبیه گرامرهای ما میشه، یعنی خیلی داره به صورت چیزی که میخونیم میشه. یک کیوردی داره کاتلین به نام اینفیکس که چیکار میکنه برای ما؟ شما فکر کنید من یک آبجکت از این کلاس ساختم، نحوه حالا ساخت آبجکت رو حالا دیگه من اینجا یه آبجکت ساختم از نوع کاتلین سمپل. یه حالا بحثی که هستش اینه که توی کاتلین ما کیورد نیو رو نداریم، یعنی شما نمی‌نویسید نیو کاتلین یا نیو حالا اسم کلاستون رو، کیورد نیو حذف شده از اینجا. ما میگیم که یه کاتلین سمپل داریم، تایپش کاتلین سمپله که کلاسمون اینه. حالا چه جوریه ما متد کالامون چه جوریه؟ کاتلین سمپل دات حالا مثلا اسم متدمون. اگه متدمون این فیکس باشه ما میتونیم دات رو اینجا قرار ندیم و انگار یک حالا جمله ای ما اینجا نوشتیم، اینجا نوشتیم کاتلین سمپل این فیکس سمپل شایان، شایان میشه آرگومانمون، این فیکس سمپل میشه اسم متدمون و این هم اسم کلاسمونه. یعنی شما در اصل با اسپیس گذاشتن بین قسمت های مختلف حالا جمله تون میتونید متدتون رو تعریف کنید. فقط تنها استثنایی که داره اینه که متدتون حتما باید یک ورودی بگیره. این هم این فیکس بود. ور آرگز توی کاتلین مثل حالا سه نقطه توی جاوا است که شما سه نقطه فوش نیست، سه نقطه که شما میذارید که یه سری پراپرتی زیادی، یعنی یک اری از یک آبجکتی رو میگیره. توی کاتلین شما با ور آرگز اینو درست میکنید، یعنی یک ور آرگز other int، یعنی من میتونم یک لیستی از اینتیجر رو به عنوان این آرگومانم قرار بدم. همینطور که الان توی اینجا میبینیم من این رو یک بار با name و بدون آرگومان کال کردم، یعنی اینم نال در است، یک بار با یک، دو و حالا هر تعدادی که شما نیاز دارید میتونید کال بکنید. بعد از اینکه حالا ما یک مرور روی فانکشن و حسنایی که فانکشن برای ما داشتش کردیم، بریم سراغ کنترل فلو ها، یعنی همون if else هایی که توی برنامه هستش. این مرور رو بکنیم ببینیم اونا چه جوریه. ما توی برنامه‌نویسی دو تا حالا مفهوم داریم، یکی استیتمنت، یکی اکسپرشن. فرق اینا با هم دیگه چیه؟ توی جاوا ما اگه if else رو بنویسیم شما از اینها نمیتونید یک مقداری رو برگردونید، یعنی اینها یک جمله هستن که یک معنی خاصی داره، یعنی یک جمله که یک کاری میکنه، return value نداره برای ما، اینها میشن استیتمنت. اکسپرشن چیه؟ شما از اونها میتونید یک return value بزنید و یک اکسپرشن دیگه انتقال بدید. توی کاتلین کنترل فلو هامو همشون اکسپرشن هم. یعنی چی؟ حالا ما مثال ببینیم. ببین الان من اینجا یک if else دارم. if else همون مثل جاوا است، یعنی شما یه if میذارید، یه شرطی توش و همینطوری تا پایین تر. من الان از توی این if else هم یک مقداری برگردوندم و ریختم توی این name type‌مون. چی جوریه؟ شما ایفتون رو میذارید، حالا اگه چند خط کد میخواین توی ایفتون چک بکنین، کار بکنین، اینا انجام میدین و آخرین خط ایفتون مقدار ریترن ایفتون رو مشخص میکنه. یعنی الان توی اینجا اگه ایف من درست باشه لانگ میشه نیم تایپ من و همینطور توی else if نورمال و else مثلا شورت. حالا اگه من تایپ اینها متفاوت باشه چی؟ الان اینجا میبینید یک وارنینگ به من میده که اینجا داره استرینگ برمیگرده، اینجا اینت داره برمیگردونه. ما یک کلاسی داریم به نام any که یعنی هر کلاسی، مثل
آبجکت توی جاوا میمونه ولی آبجکت نیست. این هم تایپش میشه any، یعنی یه جای string احتمال داره باشه، یه جای int احتمال داره باشه. شما میتونید خلاصه از توی if else تون مقدار برگردید. while توی کاستین مثل while توی جاوا، من توضیح بیشتری فکر کنم ندم بهتره چون همتون دیولپرهای while و do while این جاوایی که شما یک شرطی رو میزنید و تا اون شرط چک یعنی accept نشه این هی به کار خودش ادامه میده. do while هم بازم به این صورت اول دو انجام میشه بعدش حالا while دو انجام میده. for یه سری تغییرات زیادی کرده توی حالا کاتلین و تقریبا هم میشه گفت استفادهش خیلی کمتر شده. حالا ما اول یه for ساده رو میبینیم که میخوایم بین 0 تا 100 رو مثلا چاپ بکنیم با کیورد این که مثلا مثل حالا فور ایچی که توی ما جاوا داریم میگیم ایندکس توی 0.100. اگه من این دو نقطه رو باز کنم یک متده که رنج تو، یعنی میگه که از 0 تا 100 رو به من بده و توی اینها ایندکسش مثلا میشه 0, 1, 2, 3, 4, 5. میتونید بگید آنتیل. آنتیل یعنی چی؟ الان اینجا 100 من اینکلوسیوه، یعنی که 100 من هم انتخاب میشه توی این فور من، ولی اینجا چون آنتیله میشه تا، یعنی تا 100، در نتیجه 100 من دیگه توی حلقه فور من نمیاد، انگار مثلا سایز منهای یک یه جوری. شما میتونید استپتون توی فورتون رو مشخص بکنی، یعنی بگین که این ایندکس من از مثلا چه عددی تا چه عددی چند تا چند تا پیش بره. اون شرط آخریه که ما توی جاوا به صورت نرمال داریم. و اگه ما یک لیستی رو تعریف کنیم میتونیم به صورت حالا فوریشی که توی بازم جاوا داریم استرینگ ول این استرینگ لیست، یعنی این حالا اسمشه که مثلا حالا هر چیزی میتونیم بدیم و این لیستتون شما میان ایتریت میکنیم و ولیوهاش رو میخونید تقریبا. ولی اگه ما بخوایم یه سری کارها با لیست و اینها انجام بدیم از نمیایم از فور استفاده بکنیم، یه سری اکستنشن های خوبی کاتلین داره برای ما. اکستنشن رو جلوتر توضیح میدم، فقط الان بخوام یک دید اولی بهتون بدم. اکستنشن یه سری متد هستن که روی کلاس هایی که وجود داره شما قرار میدید. حالا اگه با iOS مثلا آشنا باشین و سویفت مثلا اکستنشن رو میفهمید، یعنی که شما یه کلاسی دارین که مثلا استرینگ میخوایم یک متدی بهش اضافه بکنیم بدون اینکه ازش ارث وری بکنیم، یعنی من نمیخوام یک مثلا یه جا میخوام چند دالر ساین اینا رو بیام اکسترکت بکنم از استرینگم، نمیام یه دونه استرینگ نمیدونم دالر نمیدونم چی بنویسم که اکستند میکنه از استرینگ و متدم رو اونجا قرار بدم و هر چیزی خواستم کلاسم از اون مدل بسازم. شما میایم با متد اکستنشن که جلوتر میبینیم چجوری کلا تعریف میشه میایم این کار انجام میدیم و دیگه نیاز نیست که اصلا اون کلاس رو اکستند بکنیم و این کارها رو انجام بدیم. اینجا با اکستنشن هایی که اینجا بودم که گفتیم که لیست توی کاتلین مثل جاوا، چرا این کار کردم؟ برای اینکه همون دلیلی که گفتیم که کاتلین و جاوا میخوان با هم دیگه کار بکنن. اگه شما بیاین توی کاتلین یک مدل لیست دیگه داشته باشین توی جاواتون نمیتونین از اون استفاده بکنین و بالعکس. برای همین کالکشنی که کلا توی کاتلین هست همون کالکشنی که توی جاوا هستش، با یک سری متدها و یک سری اکستنشن هایی که به ما کمک میکنه تا ما کدمون رو بهتر بزنیم. یکی از اینها مثلا فوریچ. حالا اگه شما با جاوا 8 و آریکس و اینا کار کرده باشین خیلی اینا رو بهتر میتونید متوجه بشین. مثلا من میام میگم string list.forich، یعنی به ازای هر کدوم از اینها میاد این بادی ما رو کال میکنه. یا چه میدونم مثلا یه سری چیز دیگه داریم ماکس بای، یعنی میاد ماکستون رو مشخص میکنه بر اساس چیزی که اینجا شما بهش میدین. اینجا در اصل من کلن چجوریه این به این صورته که شما ولیوتون رو دارید و میزنید v.length مثلا، ولی اگه شما کلن یک ورودی توی این متدتون داشته باشید میتونید کلن این رو ایگنور بکنید و با نیمینگ ایت اون رو کال بکنید. یعنی من اینجا دارم چی کار میکنم؟ میام روی لیستم میچرخم و میگم که اونی که لنتش از همه بزرگتره رو به من برگردون و بریز توی این last max که یک string value میشه. یعنی میاد ماکس رو روش ایتریت میکنه، ماکس ولیو رو حساب میکنه، میرزه اینجا. و حالا فور ایچ مثلا اگه من بخوام یه مثال خوب بزنم، مثلا ببینید string list dot filter، بذارین یه کد جاوایی بزنیم مثلا بعد اینو تبدیل بکنیم به کاستینگ. من یه فوری میزنم string این string list، یه دونه اینجا لیست درست میکنم از نوع val mutable list مساویه با mutable list of int یا string است.
توی اینجا فورمون میایم میگیم که if string من dot length بزرگتر از 3 بود، بیا mutable list رو dot add کن بهش string. این الان یه کدیه که ما مثلا می‌نویسیم برای اینکه ما بیم یه چیزها رو فیلتر بکنیم. یکی از خوبی‌هایی که بازم آیدی به ما میده اینه که من اگه اینجا قرار بدم میگه که تو میتونی این رو ریپلیس بکنی فورس رو، و اگه من بزنم ریپلیس بکنه میبینی که به این صورت میشه. ببخشید اینجا میگم if این بود، حالا مثلا اد بکن استرینگ، بذار اینو اینت بکنم که یه چیز دیگه هم ببین. string.length رو میگیم که اد بکنه به لیستمون. حالا اینجا من اگه روی فورم یه دونه alt enter بزنم میگه ریپلیس بکن این فورت رو به این صورت، که میگه string listت رو فیلتر بکن اونایی که لنتشون بزرگتر از 3 هستن و map بکن لنتشون رو برگردن واسه ما. یعنی شما نیاز نیست که حتما حالا اینا رو بلد باشین و بدونین، یعنی خیلی جاها میتونه آیدی بهتون کمک بکنه و این خیلی تمیزتر میکنه کدمون رو و خواناتر میکنه. شما با یک نگاه خیلی راحت‌تر میتونید بفهمید که این قسمت کدتون داره چیکار میکنه. یک کنترلر جدیدی که توی کاتلین اضافه شده ونه. ون چیه؟ ون مثل سویچ کیس جاوا میمونه، یه ذره خیلی پیچیده تر، یعنی یه سری چیزهای اضافه به ما میده که واقعا جذابه واسه ما. من الان یه ولیوی تعریف میکنم، حالا اسمش باشم اینت ولیو، از نوع اینی. اینی رو گفتیم چیه؟ همون آبجکتی که هر نوعی رو میتونه بگیره. من بهش 10 رو دادم اینجا. بعد اینجا توی ون من میام میگم اگه اینت ولیوم مساوی 10 بود مثلا بیا این کارو بکن. اگه اینت ولیوم اینت بود شما به یک صورت میتونید کست بکنید دیتاتون رو، اونم به صورت ایزه. شما با ایز کست میکنید، یعنی ببخشید با ایز چک میکنید که آیا اینت ولیو ایز همون اینستنس آف جاوا، و با از میان کست میکنید، یعنی این مثلا اینت ولیو از مثلا از اینت، این الان اینت ولیو ما رو کست میکنه به اینت و این میگه که چک میکنه که آیا این اینت ولیو ما اینستنس آف اینت هست یا نه. توی ون شما میتونید اینجا شرط های مختلف بذارید مثل سویچ کیس، و نیازی به بریک نداره، یعنی هر خطی فقط یک، یعنی اولین کسی که درست باشه دیگه تموم میشه ونتون. و در نهایت دیفالت حالا سویچ کیسمون که اینجا الس هستش و میگه که اگه هیچ کدوم از اینها نبود بیا این کار رو انجام بده واسه من. و شما میتونید اینجا اگه دقت بکنید مثل سویچ کیس شرطی من نذاشتم، که مثلا شما معمولا سویچ کیستون یه شرطیه، مثلا سویچ مثلا v.getID حالا کیس r.id دات حالا همه اینها رو مین چک میکنید. شما میتونید ونتون رو بدون شرط قرار بدین یا اینجا با شرط قرار بدین. من دارم میگم ون این اینت ولیوی من حالا ایز استرینگ بود یا حالا هر چیز دیگه ای. ون هم مانند ایف و الس اینها اکسپرشنه، یعنی ون هم خروجی متد داره و شما میتونید این رو اساین بکنید به یک چیز دیگه ای. یعنی شما دیگه نیاز نیست یک بالای ونتون به یک پراپرتی تعریف کنید و توی حالا ونتون توی هر قسمتشون بیاید اونا رو اساین بکنید. شما توی ونتون هم میتونید ریترن بکنید. کست کردن توی کاتلین اسمارت، یکی از ویژگی های خوبی که کاتلین داره اینه که وقتی که کست میکنه اسمارت کست میکنه. یعنی چی؟ من اینجا میگم int value is int، الان اینجا int value من انیه دیگه، توی اینجا من متدم، من اینجا int value الان یک اینته، یعنی این متد هایی که دارم همشون اینتن، متد های اینتن. یعنی چون که شما اینجا چک کردید که if int value is int، اینجا خودش براتون میاد کست میکنه و نیازی نیست شما اینجا یک پراپرتی دیگه تعریف کنین و این رو خودتون دستی کست بکنین و بریزین توی اونجا. یعنی اگه من الان اینجا بیام بنویسم int value dot، میبینید که حالا اینجا داره متاسفانه، بذار من اینو بردارم، آها اینجا مرسی، اینجا میبینه که فقط همین سه تا متد رو داره، equal hashCode و toString. ولی اینجا من چون اونجا حالا ازم بود میبینید که اینجا به صورت اینت داره بهش رفتار میشه، یعنی اسمارت کست توی کاتلین وجود داره که خیلی باعث میشه که حجم کد ما کمتر بشه. وقتی شما یه چیزو چک میکنین باعث میشه که ارور هامون هم کمتر بشه. شما یه جا چک نمیکنین این اینت بعد بیاین توش کست بکنین مثلا به استرینگ یا چیزهای دیگه.
بعد از نگاهی که به حالا کنترلر ها داشتیم، بیایم ببینیم ویزیبیلیتی مودیفایر ها یا نحوه دسترسی متد ها و وریبل ها توی کاتلین به چه صورته. ما همونطور که ببینید توی جاوا یک پابلیک داریم، پرایویت داریم، پروتکتد داریم و یک پکیج پرایویت داریم که اینها مسلما میدونیم. من فقط توضیح کوچیکی بدم. پابلیک یعنی که هر کسی میتونه دسترسی داشته باشه، پرایویت یعنی فقط توی کلاس بهش دسترسی داره، پروتکتد یعنی فقط توی کلاس بهش دسترسی داره و ساب کلاس هایی که اون کلاس رو ارث بری میکنن، و پکیج پرایویت یعنی که توی اون پکیج شما بهش دسترسی دارید کلا و توی اون پکیج پرایویت. توی کاتلین پکیج پرایویت وجود نداره به خاطر اینکه به نظرش چیز عجیبی میاد، چون که هیچ کمکی برای اینکه یک پراپرتی شما مثلا بهش نتونید دسترسی پیدا بکنید وجود نداره. اگه شما کلاس رو توی پکیج تعریف بکنید بهش دسترسی دارید، اگه کلاستون رو بیرون پکیج تعریف بکنید بهش دسترسی ندارید. و این از نظر حالا دیولپرهای کاتلین چیز خیلی خوبی نبود برای اینکه شما بتونید متد هاتون رو از دید بقیه کلاس ها مخفی بکنید. ولی به جاش یک چیز دیگه داره به نام اینترنال. اینترنال خیلی به نظر من خیلی خوبیه، چون که نمیدونم با یه موقع هستش اینترنال اصلا یعنی چی. اینترنال یعنی که توی ماژول من این پابلیکه. حالا این به چه دردی میخوره؟ شما یه موقع دارین یک لایبرری مینویسین، مثلا حالا رتروفیت دارین مینویسین، شما یک کلاسی دارین و یک متدی دارین که میخواین توی کل پروژهتون از اون استفاده بکنید، ولی نمیخواین کسی اگه اومد لایبرری شما رو اد کرد بتونه از اون استفاده بکنه. اینجا مواقع اینترنال به کمک ما میاد، یعنی من میگم که این متد من، این حالا پراپرتی من اینترناله و دیگه تمام کلاس های من بهش دسترسی دارم و کسی اگه خارج از ماژول من بیاد از اون کار بکنه نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. اینترنال چیزیه که توی کاتلین اضافه شده و اگر حالا توی جاوا دیده باشیم با انوتیشن و گروپ آی و گروپ بای و این داستان ها میان چک میکنن که توی کامپایل بهتون ارور وارنینگ بده که شما نمیتونید از این استفاده بکنید. من فرگمنت رو اگه دیده باشیم اونجا میزنه که مثلا شما نمیتونید از این بسازید، این برای فقط گروپ خود فرگمنت و یه جوری بهتون ادوایس میده که استفاده نکنید. بیایم ببینیم کلاس توی کاتلین چه چیزهایی برای ما جدید آورده و کلا چجوری تعریفش میکنن. کلاس به صورت ساده به این صورته که کلاس، اسم کلاس و کانستراکتور توی همون خط اول و توی تعریف کلاس ذکر میشه که ورودی هایی که میخوایم بهش بدیم به این صورت با پرانتز بعدش جدا میشه. اگه شما ورودی نداشته باشین، اگه کانستراکتور کلا کجا ذکر میشه؟ کانستراکتور وقتی قرار میگیره که شما بخواید کار خاصی روی کانستراکتور انجام بدید. چه کار خاصی معمولا صورت میگیره؟ یه موقع شما میخواین کانستراکتورتون رو پرایویت بکنید که کسی ازش اینستنس نسازه. میبینید یا نه؟ یه موقع دیگه شما میخواین از دگر استفاده بکنید و اینجکت بکنید یه سری چیزها رو. اون موقع است که شما به کیبورد کانستراکتور نیاز دارید در اینجا. در غیر این صورت شما نیاز ندارید به کانستراکتور. اگه کلاس شما اینجا توی کانستراکتورش هیچ ولیوی نمیگیره، هیچ آرگومایی نمیگیره، گذاشتن این هم آپشنال و میتونید بردارید شما. پس به صورت ساده کلاس ما از یک اسم تبدیل شده و شما میایین ولیو ها و وریبل هاتون رو توش قرار میدید. اینجا شما میتونید به این صورت کال بکنید که من یک تست کلاس میسازم به صورت ول از نوع سیمپل کلاس، گفتم نیو نداریم و میام دات لاست نیمش رو اینجا میگیریم. یه خوبی که داره برای ما، من اینا رو پابلیک تعریف نکردم ولی میبینیم که به لاست نیم، حالا من اگه اینجا ست لاست نیم هم بزنم خبر نداره. یه خوبی که برای ما داره اینه که شما اگه اینو بیرون کال بکنید ببینید که براتون ستر و گتر ها رو براتون درست میکنه و شما نیاز ندارید که ای ستر گتر درست بکنید برای اینکه حالا بخواید به پراپرتی هاتون دسترسی پیدا بکنید. یه کلاس پیشرفته تری اگه ما بخوایم ببینیم به این صورته که ما توی کانستراکتورش اومدیم دو تا ولیو قرار دادیم. اینجا من میگم که اولین چیز من وره نیم من و دومین پراپرتی من که ایج وله، یعنی وره من هر بار میتونه تغییر بکنه ولی ایج من تغییر نمیکنه و فقط یک بار مقدار میگیره. الان من کلاسی که دارم اینجا میسازم با ولیو این و این قرار میدم و اگه من بیام اینجا کلاس آبجکت دات ایج رو مساوی 10 بدم میبینیم که کامپایل ارور میده، چون که میگه این وله و ولی یک بار مقدار میگیره، نه اینکه شما هر سری بهش مقدار بدید. ولی نیم رو میبینیم که کامپایل ارور نمیده چون که اینجا ما ور تعریفش کردیم. پرایویت کانستراکتور یه توضیحی دادیم بهش که اگه شما بخواید از این کلاستون این آبجکتی ساخته نشه میایم کانستراکتور و پرایویت رو قرار میدیم.
یه موقع شما نیاز دارید که کانستراکتور دومی بسازید توی پروژهتون. البته توی کاتلین خیلی احتمالش کمه به خاطر اینکه ما دیفالت ولیو داریم و توی حالا جاوا بیشتر این اتفاق میفته که شما مثلا کلاستون 5 تا پراپرتی داره و میخواین برای به ازای هر کدوم این اوورلود درست میکنید که اگر اینو فقط داد مثلا بقیه رو نال بذار. مثلا حالا کلاس ویو رو اگه دیده باشین یه دونش کانتکست میگه، کانتکست و اتریبیوت میگیره، کانتکست اتریبیوت دف استایل میگیره. توی کاتلین به خاطر اینکه ما دیفالت ولیو داریم خیلی احتمال کمی وجود داره که شما بیاین از سکندری کانستراکتور استفاده بکنید. ولی برای اینکه بیاین از سکندری کانستراکتور استفاده بکنیم بعد چیکار بکنیم؟ این قسمت بالا که همون مثل کلاس عادی مونه، یعنی ما کار خاصی نکردیم، ولی کیبورد کانستراکتور رو وقتی بعدش یعنی توی بادی کلاس کانستراکتور که می‌ذاریم، این مشخص کننده سکندری کانستراکتور یا کانستراکتورهای ثانویه ما هستش که من اینجا مثلا گفتم استرینگ بگیر و اینت بگیر. و اتفاقی که بعد توی سکندری کانستراکتورها بیفته اینه که پرایمری کانستراکتور ما حتما باید کال بشه، چه یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. یعنی چی؟ یعنی الان این کانستراکتور رو ببینید، خودش گفته که این کانستراکتور دیس نیم استرینگ و ایج که این اصلی ما هستش رو کال بکن. یه موقع احتمال داره من یه کانستراکتور دیگه ای بسازم که اصلا هیچی نگیره ولی این یکی کانستراکتور رو من الان دارم کال میکنم از این و کانستراکتور اصلی رو کال نکردم. یعنی من الان اینجا به صورت غیر مستقیم کانستراکتور رو کال کردم و اینجا به صورت مستقیم. ما توی سکندری کانستراکتورها حتما بعد پرایمری کانستراکتورمون رو کال بکنیم. و اینجا هم سمپلش رو میبینیم که ما داریم اینجا دوتا آبجکت ازش اینیشیالایز میکنیم. ما خیلی واسه همون پیش اومده که بیایم یک ولیو رو تغییر گتر ستر کاستم بنویسیم واسش و تو کانستراکتور هم قرار بدیم. روشی که توی کاتلین برای این هستش اینه که شما باید یک پراپرتی بکبون یا یک پراپرتی حالا پشت زمینه برای این قرار بدین، به این صورته که شما پراپرتی که قرار میدین رو به صورت پرایویت تبدیل میکنید که یک بار مقدار بگیره و کسی بهش دسترسی نداشته باشه و میایین براش به صورت گتر ستر تعریف کنی. یعنی من میگم که اینجا ایج من، حالا آندرلاین معمولا حالا سینتکسش اینجوریه که آندرلاین میذارن این پشت و اینجا میگن ایج من اینته که گتش همون ایج رو برمیگردونه و ستش هم حالا مثلا یه کاری میکنه. شما اینجا میتونید لاجیکتون رو بنویسین برای گتر و ستراتون که چه کارهایی رو انجام بده. اگه خاطرتون باشه من توی اسلایدها یک تغییر نشونتون دادم که توی این کلاس یک کلاسمون یه خط بود، کلاس دیتامون بود و توی جاوامون دیدیم که 40-50 خط بودش. بیایم ببینیم این چه کلاسیه. کلاس دیتاه. کلاس دیتا چیه؟ اول بیایم مشکلمون رو بررسی بکنیم. خیلی شده شما میخواین یک آبجکت رو لاگ بکنید توی پروژهتون و میبینید که یک عدد عجیب غریبی براتون چاپ میکنه. کلاینت ادساین 12445 که خیلی شده سرچ بکنیم که چرا اینجوری، من میخوام پراپرتی های کلاسم رو ببینم که سلوشنش اینه که تو استرینگ رو ما اوورراید بکنیم توی کلاسمون و هر چیزی که میخوایم برگردونیم. خیلی وقتا شده که ما میخوایم دو تا آبجکت رو با هم دیگه بررسی بکنیم که مثلا برابر هستن یا نه، ولی باز هم اونجا وقتی دات ایکوال یا مساوی قرار میدیم چون که آدرس حافظه شون رو دارم هم چک میکنن میبینیم که این اتفاق هم درست، یعنی درست اون چیزی که انتظار داریم برامون نمیفته. برای حل این مشکل هم میگن که دات ایکوال رو بعد اوورراید بکنیم. برای اینکه ما ببینیم که یک آبجکت توی هش مپمون هست یا نه بعد هش کد رو اوورراید بکنیم، یا برای اینکه ما بتونیم یک آبجکت رو کپی بکنیم مقدارش رو توی یک آبجکت دیگه بعد کلون رو اوورراید بکنیم. اینها چیزایی هستن که تقریبا حالا شاید نیاز بشه توی پروژه‌های بزرگ و شما بعد اوورراید بکنید توی پروژه‌هاتون. کلاس دیتا همه اینها رو براتون توی پس زمینه انجام میده، پیش زمینه البته، توی پیش زمینه براتون انجام میده و شما هیچ اصلا دیدی نداره، یعنی هیچ اصلا براتون خط کدی جا نمیگیره واسهتون و هیچ چیزی نمیبینید و باعث تمیز شدن کدتون میشه. الان کلاس دیتا براتون دات ایکوال هش کد تو استرینگ و کلون رو اوورراید میکنه. چه حسی داره واسه ما؟ ما که همیشه یه اتو جنریت میزنیم میگیم تو استرینگ رو اوورراید بکن یا هش کد رو اوورراید بکن. خب حالا این نباشه منم یه آلت اینتر میخوام بزنم دیگه، اینم که داره تو بک گراوند همین سر اصلا اوورراید میکنه. حسن این وقتی برای ما ملموس میشه که شما این کلاستون تغییر بکنه. الان من اینجا کلاسم نیم و ایج داره، میام تو استرینگ و اینها رو اوورراید میکنم واسش. پس فردا میام یه لاست نیم به این کلاس اضافه میکنم. بعد دارم تمام اون 4 تا متد رو خودم دستی تغییر بدم یا اینکه پاک بکنم و دوباره اونها رو جنریت بکنم. و به ازای هر تغییر من توی کلاس، اون متدام احتمال داره که نیاز به تغییر داشته باشه و این باعث میشه که
کدمون استیبل نباشه، احتمال ارور توش زیاد باشه. من یه موقع یه پراپرتی اد میکنم، نمیرم تو استرینگش تغییر بدم یا نمیرم ایکوالزش رو تغییر بدم، ببینم این دو تا آبجکت من شبیه هم نیستن. پس ما با این دیتا نمیایم فقط اوتو جنریشن رو مثلا هندل بکنیم. این یک خوبی که واسه ما داره اینه که اگه کلاس ما مودیفای بشه در آینده، این خودش حواسش هستش که این چیزها رو هندل بکنه برای ما. تمام کلاس ها توی کاتلین فاینال هستن. کاتلین یک دیدی داره، میگه شما هر کاری میخواییم بکنیم باید من بگین، یعنی خودتون باید بدونید این چی کار میکنیم. برای همین ول و ور رو تعریف کرده، برای اینکه بدونی میخوای بهش نال بدی نال ندی، یک معماری اولیه بچینی برای خودتون. تمام کلاس هم توی کاتلین فاینال هستن، یعنی شما نمیتونی از کلاس هاشون ارث بری بکنید. الان اگه من بیام یک کلاس بنویسم، حالا کوچیک نوشتم، تست اس دو نقطه مثلا دیتا کلاس، به من اینجا ارور میده. حالا اولین ارورش هم که فکر کنم برای اینا هست. حالا در کل بذار اینو پر کنم که ببینید دیگه. به من ارور میده اینجا که میگه شما نمیتونید از این کلاس ارث بری بکنید. برای اینکه ارث بری بکنید شما باید یه کاری انجام بدید. ما معمولا تو خودمون فاینال نمیذاریم، نه اینکه حالا دیزاین نکنیم، نه اینکه حالا حوصله‌اش نمیاد برسیم کیبورد فاینال رو پشت همه متدهامون و کلاسامون بنویسیم که حواسمون باشه اگه کسی میخواد ارث بری بکنه از این کلاسمون، خب از این متد نباید ارث بری بکنه، از این متد نباید ارث بری بکنه. کاتلین روشو برعکس کرد، یعنی گفته شما هر کدوم از متدهایی که فکر میکنی باید اوورراید توی اکستند شدن نیازه که کلاس چایلدتون اوورراید بشه، بعد اوپن رو بذارین، و هر کلاسی هم که فکر میکنید که نیاز به اوورراید داره بعد اوپن رو بذارید. یعنی من الان اگه اینجا اوپن کلاس رو ببینید، مثلا من وقتی کیورد اوپن رو قبل از اسم کلاس میذارم دیگه میتونم قبل کلاسم اینو اکستند بکنم. پس توی کاتلین همه کلاس ها و همه متدهای ما فاینال هستن، و اگه شما میخواین از اونها ارث بری بکنین بعد کلمه اوپن رو قبلش بذارید. ما یک تایپ کلاس دیگه داریم به نام سیلد کلاس ها. اینها چه نوع کلاس هایی هستن؟ سیلد کلاس ها وقتی شما یک کلاس تعریف کنید، مثلا ما یک کلاس میگیم ویو، که کلاس ویو ما بعد مثلا میخوایم اینستنس آف بگیریم و چک بکنیم که اگه ویو ما این بود این کارو بکنه، اگه ویو ما این بود این کارو بکنه. از اونجایی که ویو یک کلاس بسته‌ای نیستش، احتمال داره تکست ویو باشه، احتمال داره باتن باشه، احتمال داره ادیت تکست باشه، یا احتمال داره اصلا یک ویوی باشه که خودمون تعریف کردیم. این یک کلاسیه که کلاسی هر کسی میتونه ازش ارث بری بکنه. یه موقع شما میایین کلاستون رو سیلد تعریف میکنین. سیلد یعنی چی؟ یعنی پشت کلمه کلاس میذارید سیلد. سیل یعنی چی؟ یعنی فقط این کلاس هایی که من اینجا معرفی کردم شیپن. هیچ کلاس دیگه ای نمیتونه شیپ رو اکستند بکنه مگر اینکه اینجا ذکر بشه. یعنی توی سیل بعد خارج کلاس باشه، یعنی بعد توی فایل جداگونه باشه. برای همین من بیرون بادی کلاسم تعریفش کردم. شما اگه بیان یه کلاس دیگر رو بنویسین که مثلا شیپ من اینستنس اف ویو، میگه اصلا این اشتباهه، یعنی ویو نمیتونه شیپ باشه. فقط همین کلاسایی که ما اینجا ذکر کردیم و قرار دادیم پایین شیپ، حالا میتونه چهار خط پایین‌تر باشه، ولی همین کلاسی که تو فایل سیلده فقط میتونه شیپ باشه. این کجا کمکمون میکنه؟ اولا اینکه جلوگیری میکنه از ایرورهایی که اتفاق داره. مثلا چون الکی من چک بکنم که اگه این بود، یا چون اگه ویو من چه میدونم استرینگ، خب هیچ وقت استرینگ و ویو تایپشون یکی نیستش. دومین کمکی میکنه اینه که شما تو این ایفاتون هیچ وقت به else دیگه نیاز ندارید که اگه غیر از این بود چی کار بکن، چون وقتی شما این ایفا رو میذارین کامپایلر بهتون وارنینگ میده، میگه شما هنوز یک کلاس رو چک نکردید و باید چک بکنید. پس قرارداد سیلد پشت کلمه کلاس باعث میشه که شما محدود بکنید، یعنی مشخص بکنید در از کلاس هایی رو که میان از این کلاس ما ارث بری میکنن. ما یک توضیح کوتاهی راجع به اکستنشن دادیم که اکستنشن چی هستش. این هم بازم یک ویژگی خیلی خوب کاتلینه که ما میتونیم اکستنشن تعریف کنیم. من یک بار دیگه توضیح بدم فقط اکستنشن چیه. شما یک موقع یک کلاسی دارین مثلا مثل استرینگ، نمیخواین دوباره از اون ارث بری بکنین، ولی میخواین یک سری متدها بهش اضافه بشه. یعنی من یک سری متدها تو طول اپلیکیشن نیاز دارم که با استرینگ کار میکنه، ولی نمیخوام یک کلاسی بنویسم اونجا مثلا مای استرینگ کلاس که بیام اون متدها رو توش بذارم و تو کل پروژه بیام استرینگ ها رو مای استرینگ کلاس بکنم. میایم چی کار میکنیم؟ میایم اسم کلاس رو میذاریم دات و اسم متد. حالا اینجا فانکشن، اسم متد اینجا value، اسم پراپرتی که داریم و تایپش. میایم اینجوری extension method و extension property مون رو تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی الان من یک get currency توی کلاس string دارم
که میتونم ازش استفاده بکنم. الان اگه من بخوام اینجا ببینیم مثالش اینا، ببینید الان من یک اینجا من فقط میذارم که اشتباه نشه، من اینجا یک ولیوی دارم name string. اینجا من میتونم از متد getCurrency استفاده بکنم بدون اینکه هیچ کلاسی ساخته باشم که این از string extend کرده باشه و این متد رو این پیاده سازی کرده باشه، و یا از این یکی property که به صورت بازم val یا var اگه بخوام string و حالا اسمش چه ریترن تایپی داره واسه ما که اینجا اینته و حالا ما گترش رو اوورراید میکنیم، مثلا میدیم بنز تصویر، حالا هر کدی که اینجا دوست دارید میتونیم بزنید اینجا که ما میگیم که این برای ما گت میکنه و من میتونم اینجا از اون پراپرتی استفاده بکنم خیلی راحت بدون اینکه کلاسی بسازم این وسط و حجم کلاسام زیاد بشه و همه رو مجبور بکنم و بفهمونم که آقا شما اگه خواستی مثلا اینجا از استرینگ استفاده کنی حتما از این استرینگ استفاده کن، از این استرینگ استفاده نکن. شما دیگه میتونید اینجوری اکستنشن های خودتون رو بنویسید. توی کاتلین شاید تنها قسمتی که ما بیشتر کد میزنیم نسبت به جاوا همین اینامه. اینام چیه؟ اینام همونطور که میدونیم یک حالا دیتا تایپیه که ما یه سری مقادیر بهش میدیم. الان مثلا توی کاتلین فقط فرقی که وجود داره اینام ها کلاس هستن، یعنی ما اینجا یک اینام کلاسی داریم به نام کالر که رد، بلو و گرین رو میگیره. اینام ها خیلی قوی تر نسبت به اینام های جاوا، مثلا ما اینجا کانستراکتور حتی میتونیم برای اینامامون تعریف کنیم، میتونیم متد تعریف کنیم و فقط به اوردینال اون دات نیمشون بسنده نکنیم و خیلی کارهای جذاب و باحالی میشه با اینام ها کرد. یعنی اینام ها یه جورای کلاس شدن برای ما و ما کلا همه کارهایی که تو کلاس میتونیم بکنیم با اینام هم میتونیم انجام بدیم. و اینجا حالا اگه ما یوزیجش رو ببینیم که حالا کالر دات رد رو من ریختم توی اینو، چیز خاصی نداره. ما گفتیم استاتیک نداریم. یکی از یوزج هایی که متد های استاتیک برای ما دارن کلاس سینگلتون درست کردن. ما وقتی میخوایم کلاس سینگلتون استفاده بکنیم میایم یک آبجکت پرایوت استاتیکی درست میکنیم و یک پابلیک استاتیک گت اینستنسی درست میکنیم تا بتونیم یک آبجکت از اون بسازیم. ببینیم کاتلین چه کاری برای ما کرده برای اینکه سینگلتون برام درست بکنیم. درست کردن سینگلتون در کاتلین به همین صورته، به صورت خیلی خیلی ساده با گذاشتن کیورد آبجکت و اسم آبجکت شما میتونید یک کلاس سینگلتون ترید سیف درست بکنید. شاید حالا منظورم از ترید سیف اینه که اگه شما توی جاوا بخواید یک ترید سیف سینگل اینستنس درست بکنید دوتا ایف نیاز دارید. اگه ایف مساوی نال بود سینکرونایز میکنید به آبجکت کلاس، دوباره اگه ایف مساوی نال بود بیا نیو بکن. توی کاتلین به چه صورته؟ فقط ما یک آبجکت می‌نویسیم و اسم اون سینگلتون کلاسی که داریم رو میذاریم. دیگه تمام فانکشنال پراپرتی های اینجا یک اینستنس دارن و فقط با یک اینستنس کار میکنن. این خیلی کار رو برای ما راحت تر کرده. یکی از کارهای دیگه که آبجکت برای ما انجام میده آنانیموس کلاس ها هستن. توی کاتلین وقتی بخوایم یک آنانیموس کلاسی رو تعریف بکنیم و مقداری بکنیم به ازن توی یک پراپرتی یک ولیویی، بعد کیورد آبجکت رو اینجا لحاظ بکنی. یعنی من الان یک کلاس، یک ابستراکت کلاسی دارم که این دوتا متد رو داره. من اگه بخوام یک آبجکت از این مورس ادپتر بسازم که باید این دوتا رو اوورراید بکنم، به این صورته که من حالا ول اسمش، تایپش که حالا چون که ما گفتیم کامپایلر خوش میفهمه نمیذاریم، و آبجکت دو نقطه مورس ادپتر که اینجا اوورراید میکنه واسمون. یعنی آبجکت پس برای ما شد دوتا هست داشت، اولش کلاس سینگل اینستنس بود، دومش آنیموس کلاس ها بود که برای ما این کار رو راحت کرده بود. ما یه موقع یه سری ولیو ها داریم، مثلا فکر کنید که ما میخواییم یک کی رو از یک اکتیویتی به یک اکتیویتی دیگه پاس بدیم. اینها معمولا با صورت پابلیک استاتیک توی کلاس مقصد یا مبدا یا حالا یک شای شیلی قرار داده میشن. ما باز هم اینو نیاز داریم، نه سینگل اینستنسیم که بخوایم این کیامون رو بذاریم اونجا، نه حالا مثلا میتونیم کار دیگه بکنیم. کیوردی که برای ما اینجا کاتلین معرفی میکنه کامپونیون آبجکته. کامپونیون آبجکت همون آبجکت در اصل ولی توی کلاس. یعنی اگه شما بخواید آبجکت رو توی کلاس استفاده بکنید کامپونیون آبجکته. این با اون سینگل اینستنس ذره فرق داره، یعنی برای شما سینگل اینستنس نمیکنه ولی یه جوری پابلیک استاتیک. یعنی شما هر چیزی که توی این کامپونیون آبجکت قرار میدین براتون پابلیک استاتیکه و بقیه کلاساتون میتونن از این استفاده بکنن. متدهای ما تموم شد.